زدم سر کار نمیرم، خرج خونه من روزانه در میاد. یه دختر 6 ساله دارم، یه پسرش 9 ساله، شوهرم بیمه بود. ولی رفتم دنبال بیمهش، میگه خانم 6 ماه بعد 6 ماه طول میکشه. خب تو این 6 ماه بچهای من دیوار باید بزنم بخورم؟ هیچکی نگفت 1000 تومن میخواد تو این موقعیت کرونا. خدا میدونه چیه اون گرون، اون گرون، اون گرون. به خدا من الان نام شام ندارم بخورم. سه تا بچه شوخی نیستش که لباس بخرم، اونو بخرم، اونو بخرم. من یه حقوق میگیرم، حقوق چقدر؟ 1,700,000. من خیلی نمیرسم به هیچ. به خدا میوه رو نمیخورم. یکی از عوارض کرونا تغییراتی که در شرایط خانواده ها ایجاد میشه. یکی از این تغییرات از دست دادن سرپرست در دوران کرونا به دلیل میزان کشندگی بالایی که در واقع این ویروس داشت، طبیعتاً خیلی از خانواده ها ممکنه سرپرستشون رو از دست داده باشه. یکی از نگرانی هایی که همیشه وجود داشت همین بود که در این گونه مواقع دولت ها و مردم و سازمان های غیر دولتی نگاه ویژه تری رو به این گروه از خانواده ها باید داشته باشن. پذیرش این تغییر سرپرست سخته، ممکن سرپرست ناناور خانواده باشه، به مراتب شرایط زندگیشون به نوعی سخت‌تر میشه. لذا هم دولت باید توجه ویژه‌ای به این خانواده ها داشته باشه تا اینا بتونن برگردن به اون زندگی مستقل با حمایت های ویژه تری که دولت انجام میده. هم سازمان‌های غیر دولتی تو این حوزه میتونن کمک بکنن و هم بنگاه‌ها در قالب مسئولیت اجتماعی که دارن میتونن حمایت اجتماعیشون رو از این خانواده‌ها و فرزندانشون افزایش بدن. گاهی مواقع حمایت در حوزه آموزش، گاهی مواقع حمایت در قالب پرداخت مستمری در یک بازه زمانی مشخص به این افراد، اعطای تسهیلات به این افراد است. اما همه حمایت ها رو ما به اینا خلاصه نمی کنیم. خیلی از این خانواده ها ممکنه حمایت مالی هم نخوان، اما حمایت های روانی برای اینکه بتونن با این سوگی که باش مواجه شدن کنار بیان، طبیعتا ما حمایت ها رو اقتصادی، اجتماعی و حمایت روانی در واقع میتونیم. به دلیل شیوع ویروس کرونا اطرافیان قادر نیستن که در کنار فرد حضور پیدا بکنن و این باعث میشه که تحمل فقدان عزیز از دست رفته بسیار سخت‌تر بشه. حتما اونو حمایت بکنیم و چند نکته رو در نظر داشته باشیم. اگر اون خانم شاغل باشه که قطعا نیاز به حمایت عاطفی و روانی شما داره و شما با حمایت روانیتون میتونید تبدیل بشین به پایگاه امن برای خستگی‌های روانی اون خانم. اگر اون خانم شاغل نباشه که غیر از حمایت عاطفی نیاز به حمایت مالی هم داره، چون تنها منبع درآمدش رو از دست داده، عزت نفس اون خانم آسیب ببینه، سعی کنین در کنار حمایت عاطفی از اون حمایت مالی هم بکنین. با حضورتون در کنار اون فرزندان، حتی شده اگر روزی نیم ساعت برای این فرزندان وقت بذارین، در کنارشون باشین تا بار رو از روی دوش اون مادر و بچه‌ها بردارین. اگه شرایط بهزیستی رو داشته باشن میتونن بیان تحت پوشش در اسرع وقت بدون نوبت، چون ما خانواده‌های پشت نوبت زیاد داریم، در حدود 30,000 خانواده پشت نوبت داریم که منتظریم اعتبار به ما بده دولت و یا جایگزین خانواده‌هایی که تماما بشن. اگه شرایط بهزیستی رو داشته باشن، یعنی سرپرستی که فوت میکنه بیمه نباشه، نیازمند تشخیص داده بشه، میتونه بیان تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار بگیره. بر اساس بود خانوار بهشون یه مستمری داده میشه تا 1,100,000 تومانه کمک هزینه که داریم ماهیانه پرداخت میکنیم. 4 نفره 900,000 تومانه، 3 نفره میشه 7,000.